من مصطفی کمال پورتراب در روز 28 شهریور 1303 در تهران در ناحیه اودلاجان به دنیا آمدم و در 6 سالگی وارد دوره تحصیلات دبستانی شدم. از اونجایی که در 6 سالگی من پدرم برای من یک نیلبک خریده بود و من با اون نیلبک شروع کرده بودم نزد خودم آهنگهایی رو اجرا می کردم که این آهنگها مورد توجه دوستان و همکلاسیام و همسایه ها قرار گرفت، تشویق شدم و سازم رو تبدیل به فلوت کوچک که به نام فیفر معروفه شدم. و بعد در همسایگیمون یک شخصی بود که این کارمند هنرستان عالی موسیقی بود. اون وقتی نوازندگی فلوت منو شنید به من گفتش که دوست داری به هنرستان موسیقی بری؟ گفتم من نمیدونستم هنرستان موسیقی هم وجود داره. گفت برای اینکه شما چیزایی که میزنید از راه علمی نیست و از روی نوت نمیزنی و همینطوری ذوقی میزنی، اینه که خوبه که بیای هنرستان. من حاضرم خودم رو دایی شما معرفی کنم و شما بیایی در هنرستان مشغول تحصیل موسیقی بشی. در هنرستان عالی موسیقی که اون موقع از کلاس چهارم ابتدایی بود، پس از امتحان منو به کلاس هفتم قبول کردن. یعنی من دو سه سال بهم ضرر خورد. من قبلا دوم متوسطه رو تموم کرده بودم و بعد مجبور شدم دوباره از اول متوسطه در هنرستان عالی موسیقی شروع به تحصیل بکنم. سازی که برای من انتخاب کردن اول ساز فاگوت بود. بعد فهمیدم علتش این بوده که بچه هایی که بیشتر استعداد داشتن سازهای محجوری رو بیشتر بهشون میدادن که در ایران وجود نداشت که اینا تبخور پیدا کنه. البته من علاقه زیادی به فاگوت نداشتم. بعد از دو سه سال سازم رو به ویولون تبدیل کردم و شروع کردم به ویولون زدن. اون موقع معلم ویولون من عطاالله خادم میساق بود، بعدم حشمت سنجری این کار رو عهده‌دار شد. من در سال 1324 از دوره متوسطه هنرستان فارغ التحصیل شدم و در اون زمان وزارت فرهنگ اون زمان که در واقع همین وزارت آموزش پرورش امروزی هست نیاز به معلم موسیقی داشت و منو برای معلمه موسیقی استخدام کرد. من سازم رو که نیلبک بود، البته این نیلبک که عرض میکنم الان امروزه به صورت فلوت رکوردر معروفه در ایران، اون موقع میگفتن نیلبک. برای اینکه صحبت من تو برای این است که مشخص بشه که این رو حساب سوراخاشو با حساب درست کرده، چون ایرانی نبود، ساخت ایران نبود و یه چیزی شبیه فلوت رکوردر الانه که اینا حساب شده است. و فیفر هم در حقیقت یک سازی است که بهش میتونیم بگیم فلوت کوچک. فلوت کوچک فرقش با فلوت کوچکی که در ارکستر سمفونیک هست اینه که فلوت کوچک ارکستر سمفونیک کلید داره و اینا کلید فقط نداره.
زمانی که من وارد هنرستان شدم، ریاست هنرستان رو سرگرد مینباشیان به عهده داشت و او 15 نفر از بزرگان کشورهای خارجی رو آورده بود برای تدریس ساز، یعنی بهترین نوازندگانی رو انتخاب کرده بود و برای تدریس ساز به ایران آورده بود. چند نفر خارجی هم در ایران بودند که از کشور فرانسه و بلژیک و روسیه بودن، اونا هم در ایران وجود داشتن. خب جمعا اینا حدوداً 20 نفر رو تشکیل میدادن که اینها یک ارکستر کوچک سمفونیک رو تشکیل میدادن اون موقع، و در دارالفنون هفته یک بار جلساتی به نام پرورش افکار درست کرده بودن که مردم رو میخواستن با موسیقی کلاسیک آشنا بکنن. منتها برای اینکه تعداد اینا کم بود، از شاگردای برجسته هنرستان که سابقه بیشتری داشتن استفاده میکردن و ارکستر سمفونیک نسبتا متعادلی رو ایجاد میکردن و قطعات کلاسیک رو در اونجا اجرا میکردن. البته توصیف و تفسیر هم میکردن که مردم با موسیقی علمی و کلاسیک آشنا بشن. بعد از یکی دو سال آقای علی‌نقی وزیری رو به ریاست هنرستان انتخاب کردن و در نتیجه چون علی‌نقی وزیری با موسیقی ایرانی آشنا بود، استاد تار بود، تصمیم گرفت بچه های هنرستان علاوه بر سازهای غربی سازهای ایرانی هم اجرا بکنن. من مجبور شدم پیش آقای موسی معروفی، پدر جواد معروفی که شناخته شده هست، پیانو میزده، پیش پدر او که نوازنده تار بود، تار رو هم فرا بگیرم. من سازهای نسبتا زیادی رو در ارکستر یاد گرفتم و اجرا کردم. یکی از اونا که ساز اصلیم ویولون بود، یه مدتی ویولون میزدم، بعد ویولون آلتو هم، یه ویولونیست خود بزرگتره، اینا نیاز داشتن، من ویولون آلتو رو گرفتم و چون به ویولون شباهت زیادی داره، فقط فواصلش کمی گشادتره، تمرین کردم و نوازنده ویولون آلتو شدم. یه زمانی بود که اوبوا احتیاج داشتن و من ساز اوبوا رو گرفتم، مقداری زدم و یاد گرفتم که به طور که تو ارکستر اجرا میکردم. ساز فاگوت رو هم که قبلا زده بودم آشنایی داشتم، فاگوت رو هم اجرا میکردم و بعد هم یه مدتی هم تیمپانی میزدم. بنابراین من در ارکستر سمفونیک سازه رو که اجرا کردم ویولون اول، ویولون دوم، ویولون آلتو، اوبوا، فاگوت و تیمپانی بود. در دوره دوم متوسطه برای دوره علمی نام نویسی کردم. دوره علمی هم دوره بودش که دروسی رو داشت که این دروس به من خیلی کمک کرد. این دروس باعث می شد که ما رو برای آهنگسازی آماده بکنه. یعنی کسانی که این دیپلم این رشته رو می گرفتند، اینها به اصطلاح بعدن میتونستن در دوره آهنگسازی، در دوره عالی آهنگسازی به کارشون ادامه بدن. البته یه آهنگساز علاوه بر این که باید اصول آهنگسازی رو یاد بگیره، باید سولفژ خیلی قوی یاد بگیره و آشنا باشه، دیکته موسیقی بدونه و حتی با ادبیات کشورش آشنا باشه، برای اینکه اگر یه وقتی موسیقی رو بر روی آثار ادبی خواست تصنیف بکنه، با آثار ادبی آشنا بشه. بنابراین ما
اونجا دروس ادبی داشتیم، شعرشناسی داشتیم، وزن شعر داشتیم، تمام این دروس رو یاد میگرفتیم. حتی ما فونتیک میخوندیم، یعنی علمی که سرکار داره با اینکه ما کلماتی رو که ادا میکنیم مخارجشون کجا هستن. مثلا فرض بفرمایید که ما وقتی میخواییم ب یا پ رو تلفظ کنیم، باید بدونیم که ب و پ در حقیقت حروف لبیال هستند، یعنی حروفی هستند که با لب ادا میشن. بنابراین ما آشنا شده بودیم که، یعنی این دروس رو برای ما گذاشته بودن که ما با اینا هم آشنا بشیم، که بدونیم حتی کلماتی رو که ما ادا میکنیم مخرجهای این کلمات از کجاها هست. در 1324 فارغ التحصیل شدم و دیپلم موسیقی خودم رو گرفتم. در اون زمان متاسفانه دوره عالی آهنگسازی در هنرستان وجود نداشت، ولی دوره عالی ساز وجود داشت، برای اینکه اساتید سازی وجود داشتن، ولی اساتیدی که بتونن قواعد آهنگسازی رو تدریس بکنن نداشتیم. به همین دلیل اون زمان از من خواستن که من به استخدام وزارت فرهنگ در بیام. وزارت فرهنگ منظور همین آموزش پرورش فعلیه، اون موقع اسمش وزارت فرهنگ بود. وزارت فرهنگ منو استخدام کرد برای معلمی سرود. اون موقع معلمی سرود میرفتن در دبستانها و سرود تدریس میکردن. یکی از اساتید من به نام فریدون فرزانه که این از بچگی در بروکسل بزرگ شده بود و موسیقی رو در اونجا تحصیل کرده بود و این اولین معلم سولفژ من بود و من در کلاس این شاگرد اول بودم، به همین دلیل این شخص خیلی به من علاقه پیدا کرد. ضمن اینکه معلم خیلی بد اخلاقی بود، ولی خب از من پشتیبانی میکرد و اون زمان کسی رو اجازه نمیدادن در هنرستان تدریس سولفژ بکنه، حتما باید تحصیلات خارجی داشته باشه. این شخص رفت و به اولیای امور صحبت کرد، گفت این تنها کسی است که من بهش اطمینان دارم میتونه سولفژ رو در هنرستان با بچه‌ها بیاموزه. منتها از اونجایی که ما از کلاس 4 ابتدایی به بچه‌ها سولفژ یاد میدیم، من پیشنهاد میکنم که ایشون رو بذارید کلاس 4 ابتدایی شروع کنه سولفژ تدریس کنه. منتها اگر اطمینان ندارید، من خودم میرم آخر ترم بچه های ایشون رو امتحان میکنم و نمره میدم که ببینیم کار ایشون چطوری بوده. بعد از اینکه از امتحانات من نتیجه خوبی گرفتن، به تدریج من کلاس پنجم ابتدایی، ششم ابتدایی و بعد دوره متوسطه راه پیدا کردم و شدم معلم منحصر به فرد سولفژ، به اضافه که آقای فرزانه هم اونجا تدریس میکرد، چون شاگردا زیاد بودن و تعدادی از شاگردا پلو من کار میکردن و تعدادی پیش آقای فرزانه. یکی از شاگردانی که اون موقع شاگرد من بود، فریدون ناصری بود که در دوره ابتدایی شاگرد من بود، بعدش هم لوریس چکناوریان که الان یکی از آهنگسازهای بزرگ کشور ما هست، هم رهبر هم آهنگسازه، اینها در اون موقع پیش من سولفژ میخوندن و بعدها خیلی های دیگر. من در درس سولفژ متوجه شدم که این بچه ها گاهی میرن تقلب میکنن، یعنی سولفژ در حقیقت درسی است که همونطوری که آدم سواد یاد میگیره و میتونه مثلا کتابی رو، روزنامه ای رو که ندیده بخونه، سولفژ هم درسی است که باید یه نوتی رو که تا حالا ندیدن وقتی درسشون میدن بتونن با دهن این آهنگ اینو درست بخونن. بنابراین اینا میرفتن با کمک ساز اینا رو تقلید میکردن. از اون موقع من گفتم چه بکنیم، چون کتابای خارجی رو ما اون موقع تدریس میکردیم، اون موقع کتاب سولفژ رودولف بود، بعدها هم من کتاب پوتسولی رو کشف کردم، از ایتالیا
گفتم برام فرستادن و من او یه شخصی بود فروشنده کتاب موسیقی بود، وادارش کردم از این کتاب وارد کنه و این رو باب کردیم در ایران. البته از روی کتاب بچه ها میخوندن، منتها برای اینکه تقلب نکنن من شروع کردم روی تخته چیزهای جدید مینوشتم و به این وسیله متوجه میشدم کدوم شاگرد واقعا سولفژ رو درست حسابی خونده، کدوم تقلب کرده. پس از 6 سال در 1330 یه عده متخصص از اتریش آوردن در ایران برای ارکستر سمفونیک، برای رهبری، که این رهبری که آورده بودن خودش آهنگساز بود، اسمش هایمو تویبر بود. این شخص رو آوردن دو تا کار انجام میداد، یکی ارکستر سمفونیک رو هدایت میکرد، یکی هم که درس آهنگسازی میداد. به هر صورت من در 1339 بین دو نفر دانشجو فقط داشتیم شاگرد اول شدم و با نوشتن یک موان سمفونیک و تعداد زیادی سونات برای ویولون، سونات برای پیانو و قطعات دیگر، سویت و غیره، بالاخره فارغ التحصیل شدم و از هنرستان به اصطلاح بیرون اومدم، یعنی فارغ التحصیل شدم، ضمن این که من در هنرستان اون موقع تدریس هم میکردم. سعی کردم که تئوری رو خیلی خوب و خیلی ساده با روشی که بچه ها کاملا بتونن بفهمن، درک بکنن، نه با کلمات پیچیده و مغلق، به بچه ها یاد بدم. در یکی از این زمان ها هنرستان عالی موسیقی در کنارش یک هنرستان موسیقی ملی تأسیس شد که مرحوم روح الله خالقی این هنرستان رو تأسیس کرد، بعدها به اصطلاح منتقل شد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و در حقیقت اول خصوصی بود این هنرستان که اون موقع ها افرادی مثل انوشیروان روحانی و اینا شاگرداش بودن. بعد از چند سال که منتقل شد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی که بودجهش اونجا میداد، از من خواهش کردن که برم اونجا تدریس بکنم، ضمن اینکه در هنرستان عالی موسیقی تدریس میکردم در اونجا هم تدریس بکنم. اونجا زمانی که من شروع کردم به تدریس جدی، آقای حسین دهلوی رو گذاشته بودن ریاست هنرستان. ایشون از من خواهش کرد که چون به اصطلاح هنرجویان هنرستان بعضیشون از لحاظ مالی وضعشون خوب نیست و ما کتابی هم به زبان فارسی برای تئوری موسیقی نداریم، شما یه جزوه ای اگه میشه بنویسید. این جزوه رو ما تا مدتی دست معلمای تئوری بود، چون این پایه ای بود، معلمای تئوری از روی این جزوه به بچه ها تدریس میکردن. هنرجویانی که در اون زمان من یادمه که از شاگردان من بودن، بعدنم در درس هارمونی اینا باز من باشون کار میکردم، آقای حسین علیزاده هنرمند معروفه که الانم در ایران واقعا مورد علاقه همه هست، آقای داریوش طلاییه که الان مدیر گروه موسیقی دانشگاه تهرانه، عرض کنم که این افراد بودن. داریوش دولتشاهی بود که الان در امریکا یکی از آهنگسازهای بزرگ ایرانی در امریکا هست و سایرین که حالا الان به خاطر ندارم.
اما در مورد موسیقی ایرانی که در حقیقت مایه افتخار کشور ماست و موسیقی است که از زمان فارابی و صفدین ارموی و اینا ماها داشتیم، منتها در اثر اتفاقات به اصطلاح تاریخی که افتاده، مثل یکیش مثل حمله مغول ها و اینا، باعث شده کتابخونا را آتش بزنن و باعث شده کتابای علمی از بین بره، موسیقی ما از سطح ابتدایی دوباره شروع کرده، به طوری که موسیقی دانای قدیم ما از زمان قاجاریه بودن و اینا اصلا نوت نمیدونستن، اصلا موسیقی را از نظر علمی کار نکرد، فقط از نظر احساسی بوده، اونم یه استعدادی داشتن، یه چیزایی رو نگه داشتن، خدا رحمتشون کنه. ولی امروز دنیا دنیای علمه و من یادم چند سال پیش وزارت آموزش پرورش با وزارت فرهنگ و هنر می‌خواست زن یک چیزی داشته باشن، نزدیکی داشته باشن، پیشنهاد شده بود که بیاید شما همطور که ما کتاب‌های درسی برای دبیرستان‌ها داریم، شما هم کتاب‌های موسیقی رو تدوین کنید، ما اینا رو چاپ می‌کنیم مثل کتاب‌های درسی دبیرستان سال اول سال دوم و به اینها به اصطلاح ارزش قائل می‌شیم. برای تئوری موسیقی ایرانی من رو به اصطلاح پیشنهاد کردن که سرپرست گروهی بشم که بیایم تئوری موسیقی ایرانی که تا حالا صحیح نبوده و بررسی دقیق نشده، تئوری موسیقی ایرانی رو تدوین بکنیم و افرادی انتخاب شدن مثل آقای دکتر هومان اسعدی و دکتر ساسان فاطمی، آقای حسین علیزاده، عرض کنم که خانم مینا افتاده و آقایی که در فرنگستانم با ما بود آقای علی بیانی، من به عنوان سرپرست با همدیگه نشستیم و یک تئوری موسیقی ایرانی تدوین کردیم. من الان وقتی نگاه میکنم میبینم این تئوری رو که برای دبیرستان ها نوشته شده و 70-80 صفحه بیشتر نیست، اکثر موسیقی دانه با ارزش ما هنوز اینا باش آشنایی ندارن و این مایه تأسفه. یعنی من اون روز میپرسم آقا فرق دستگاه همایون با آواز اصفهان که با هم نزدیکن چیان؟ این افرادی که من باشون تماس داشتم سوال کردم نتونستن جواب منو بدن، گفتن شما بفرمایید ما یاد بگیریم. ببین مایه تأسف، کتابی که چاپ شده با قیمت خیلی ارزون، چون وزارت آموزش پرورش این کتاب قیمتش 300 تومنه فقط، 300 تا 1 تومنی، اینا نمیرن کتابو بخرن بخونن، همش فقط این که نوازندگی کنن و اظهار فضل بی خودی بکنن و خودشونو برتر از همه بدونن و این باعث میشه که موسیقی ایرانی ما پیشرفت آنچنانی از روز علمی نکنه. یعنی که من امیدوارم که اولیای امور در این مورد هم تصمیماتی اتخاذ کنن که موسیقی ایرانی ما از طریق علمی کتابهایی تدوین بشه، چاپ بشه، در اختیار همگان قرار بگیره و محاسن و ریزکاری ها و ظرایفی رو که در موسیقی ایرانی وجود داره اینا به صورت علمی به همه عرضه بشه و همه علاقه مندم بتونن از اینا استفاده بکنن. عرض کنم موسیقی که در کشور ما هست، یکی موسیقی ایرانیه و یکی موسیقی کلاسیک غربیه که در ایران هم معموله، در تمام دنیا هم بهش علاقمندن. یکی از نمونه هاش ارکستر سمفونیک است که ما در ایران سالها پیش داشتیم، حالا هم داریم، همه هم به وجودش افتخار میکنن. ولی من از اونجایی که همیشه توصیه کردم، چون من عضو شورای ارکستر سمفونیک هم هستم، همیشه به اولیاء امور توصیه میکنم که شما برای اینکه سطح این ارکستر بالا بره باید یه افراد شاخصی رو برای گروه های مختلف ارکستر، یعنی ویولون اولها رو یک ویولونیست خیلی برجسته از خارج بیارین که این ویولون ها رو آموزش بده، زمین که میزنه باشون میشینه تو ارکستر میزنه، به اینا راهنمایی لازم رو بکنه، همین کاری که در قدیم انجام شد و ماها به وسیله اونا تونستیم خودمون رو به سطح جهانی برسونیم و بریم تو فرانسه مثلا ادعا کنیم که ما از شما یه چیزایی رو برتریم.